سلام خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه از کانال الز نرسینگ هوم توی این ویدیو ما میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که اگه یک فردی توی مکان عمومی دوچار تشنج بشه ما چجوری میتونیم بهش کمک کنیم در واقع یه سری نکاتی هست که ما میتونیم به افرادی که توی مکانهای عمومی دوچار تشنج میشن با دونستن این نکات بهشون تا حدودی کمک کنیم ما انواع تشنج داریم منتها ما تشنجی که میخوایم توی این ویدیو در مورد صحبت کنیم تشنجی است که عموم مردم با اون علایه میشناسن یعنی تشنجی که فرد دچار لرزش شدید بدن میشه یه حالت رعشه میگن رعشه کلی بدن که قف شدن دهان خروج کف از دهان در واقع یه صحنه خیلی ناخوشایندیه که خیلی ها ممکنه تو مکان های عمومی مشاهده کنن پس اگه میخواین به افرادی که توی مکان های عمومی دوچار تشنج میشن کمک کنید تا تا این ویدیو با من همراه باشین <متصفيق> همونطور که اول ویدیو صحبت کردیم موضوع آموزش امروزمون در مورد تشنج هست و اینکه یه ای فردی که توی مکان عمومی دوچار تشنج میشه ما چجوری میتونیم بهش کمک کنیم اولین قدم یا اولین کاری که باید بکنین حفظ آرامش هست تشنج انواع مختلف داره اما نوعی که ما میخوایم تو این ویدیو بگیم همون نوعی هست که عموم مردم باش آشنایی دارن یعنی تشنجی که دارن تو فرد میفته زمین دچار لرزش میشه و دهنش گفت میشه از دهنش کف بیرون میاد در واقع این تشنجی که خب خیلی از مردم باش آشنایی دارن در حالی که ما تشنج انواع مختلف دیگه هم داریم اولین کاری که شما میکنین حفظ آرامش هست یعنی همیشه رکن اصلی هر کاری حفظ آرامشه یعنی باید اول میتونید آرامش خودتون رو حفظ کنید یک تشنج یک تشنجی که یک فرد دچارش میشه نباید بیشتر از 3 دقیقه طول بکشه یعنی تشنجی که فرد دچارش میشه باید ته 3 دقیقه به اتمام برسه اینو یادتون باشه که تشنج یه چیز درست صحنه ناخوشایندی هست ولی چیز مخوف و ترسناک نیست کلا تشنج بیشتر از 3 دقیقه طول نمیکشه یعنی فرد ته 3 دقیقه تشنجش تمام میشه و بعد حالا ممکنه سه خوابالگی داشته باشه ولی بعد بیدار میشه و کارهای طبیعی خودش انجام میده بس اینجوری درست صحنه ناخوشایندی هست ولی اونقدر ترسناک و مخوف نیست یعنی اگه همچین فرد رو دیدین که افتاد روی زمین دچار راشه شد نترسین آرامش خودتون رو حفظ کنین چون قدم اول کمک به یک فرد اول حفظ آرامشه خودمون هست باید اول آرامش خودتون رو حفظ کنید تا بتونید به اون فرد کمک کنید بعد از حفظ خون سردی دومین کاری که باید بکنین یعنی دوم اقدامی که باید بکنین اینه که از سر اون شخصی که دچار تشنج شده باید محافظت کنید سر مهمترین قسمت از بدن هست که باید تی تشنج ازش محافظت بشه حالا چجوری میتونید محافظت کنین هر چیز هر چیزی نرمی که میتونین پیدا کنین مثلا لباسی کاپشنی هر چیزی که میتونین زیر سر بیمار قرار بدین زیر سر اون شخصی که دوچار تشنج شده قرار بدین و به این نوعی از این سر محافظت کنین چون بالاخره اون شخص توی مکان عمومی دوچار تشنج شده ممکن اطرافش سنگ باشه چیز فلزی باشه یا هر چیز خطرناکی که ممکن اطرافش باشه بعدش چیکار میکنیم بعد میان سر رو، گردن رو سر و گردن و بدن رو توی راسته قرار میدین یعنی سر سر و بدن توی راسته باشن این باعث میشه که از آسیب‌های نخایی جلوگیری بشه و بیم اون شخص رو به یه پهلو میچرخونین وقتی به پهلو میچرخونین این کفی که از دهان خارج میشه کفی که طرف میکنه از راحت از دهان خارج میشه و اون کف اگه این کارو نکنیم اون کف ممکنه موجب خفگی اون شخص بشه سومین اقدامی که باید بکنین اینه که میان محیط اطراف بیمار رو امن میکنین یعنی ایمن میکنین حالا این کار رو چجوری باید انجام بدین مثلا اگه شخصی عینکی هست عینکشو برمیدارین، یا اگه یه مردی که مثلا آقایی هست که کراوات زده کراواتشو باز میکنی یا اگه خانومی هست که روسری داره روسریشو باز میکنین در واقع با این کار باعث میشین که اکسیژن رسانی به اون شخص که دچار تشنج شده بهتر بشه کاری که کاری که میکنین که محیط اطرافی ما رو ایمن میکنین هر چیز تیز هر چیز برنده هر چیزی که خطرناک باشه برای بیمار باید از محیط اطراف بیمار دور بشه مثل سنگ مثل چیزای فلزی مثل چیزهایی که خود بیمار داره مثلا عینک و کراوات و یا یعنی روسری باز کردن روسری واقع با این کار باعث میشه که بیمار دچار جراحت نشه و اگه هم شخص موقع تشنج در حالت نشسته باشه حتما باید اون شخص رو از حالت نشسته بیاین در حالت خوابیده قرار بدین و اون اقداماتی هم که ما تو اقدام دوم گفتیم یعنی سر بدن سر و بدن رو گردن و سر و بدن رو تو یه راست قرار بدیم و بیمار رو به یه پهلو بچرخونیم. در واقع این کارا رو من انجام میدم یعنی اگه فرد نشسته باشه تو حالت خوابیده قرارش میدین اقدام چهارمی که باید برای این اشخاص که دچار تشنج میشن انجام میدین اینکه که محیط اطرافش رو خلوت کنین یعنی این نباشه که مثلا من خودم بارها مشاهده کردم که تو خیابون وقتی یه فرد دچار تشنج میشه همه دورش جمع میشن خب این دورش جمع شدن اصلا خوب نیست چرا چون اکسیژن رسانی به فرد شخصی که دچار تشنج شده کم میکنه پس کاری که شما دارید شما که دارین ویدیو تماشا میکنی اگه ف شخصی توی مکان اون دچار تشنج بشه باید مردم رو پراکنده کنی یعنی باید, باید باید اطرافش باز باشه هر چقدر اطرافش باز باشه اکسیژن بیشتری یعنی هم به اون شخصی که دوچار تشنج شده میرسه پس این رو یادتون باشه محیط اطراف بیمار رو باید خلوت کنید یعنی ازدهام نباید باشه و این خلوت کردن محیط اطراف بیمار یه خوبی هم داره که اگه فرد دوچار جراحت بشه یا هر اتفاق براش بیفته کمک رسانی پرسنل درمانی رو هم راحت میکنه. پس یه نکته ای که باید یاد بگیرید اینه این ای که اطراف بیمار نباید تجمع کنین یا دو نفر یا سه نفری که بالاخره هم جنس با بیمار هستن اطرافش باشن کفایت میکنه کسایی که خب بلد باشن باید چیکار کنن ما بقی باید پراکنده بشن یعنی اینجوری نباشه که یه شخصی توی خیابون تشنج کنه همه دورش جمع بشن و ازدهام بشه و این به ضرر اون شخص تشنج کننده است اقدام پنجمی که ما برای افرادی که دچار تشنج تو مکانهای اون میشن باید انجام بدیم تماس با 115 اما ما در چه صورت با 115 تماس میگیریم همونطور که من قبلا گفتم یک تشنج نباید بیشتر از 3 دقیقه طول بکشه اگه یک تشنج بیشتر از 3 دقیقه طول بکشه مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه هر چقدر بیشتر طول بکشه شما باید با 115 تماس بگیرید چون یک تشنج نباید بیشتر از 3 دقیقه طول بکشه مورد بعدی اینه که فرد دچار جراحت شده باشه سرش یا بدنش دچار آسیب شده باشه شما می‌خواید با 115 تماس بگیرید مورد بعدی اینه که شخص بعد تشنج حالا دو سه دقیقه بعد از اینکه تشنجش تموم میشه دچار گیجی و منگی و حالا این اتفاقات میفته مونتا به هوش میاد مونتا اگه فرد بعد تشنج به هوش نیاد یعنی شما مثلا سه چهار دقیقه پنج دقیقه از تشنج گذشته چشماشو باز نمیکنه اصلا حرف نمیزنه اصلا هیچ هوشیاری نداره در اون صورت با شما باید فورا با 115 تماس بگیری مورد بعدی چیه اگه شما اون شخص رو بشناسی و بدونی که اون شخص هیچ وقت هیچ سابقه ای از تشنج قبلا نداشته یعنی این, این تشنج تشن... اولین تشنج اون شخص هست فورا باید با 115 تماس بگیرید در این صورت اما اگه شخص رو نشناسین و ولی خب تشنج اون شخص سه دقیقه طول بکشه بیش... مثلا بیشتر از 5 دقیقه طول نکشه در اون صورت دیگه نیازی نیست با 115 تماس بگیرید مگه اینکه خب شخص دچار جراحت شده باشه یا اگه اینکه شخص بعد اینکه تشنجش تموم شده و بیدار شد ازش بپرسین که این اولین تشنج بود یا قبلا سابقه داشتی اگه بگه نه قبلا سابقه نداشتم و این اولین تشنج من هست اون موقع باید شما حتما زنگ بزنین یعنی ازش اطلاعات بگیرین زنگ بزنین به خانوادهش که حتما هم با 115 تماس بگیرین هم زنگ بزنید به خانوادهش چون شخصی که سابقه تشنج داشته و برای بار اول دچار تشنج میشه خب این مسئله مسئله خطرناکی باید حتما بررسی بشه 5 تا اقدام برای کمک به کسایی که تو مکانهای عمومی دچار تشنج میشن ما گفتیم اما یه سری نکاتی هم هستن که ما باید در مورد کسایی که تو مکانهای عمومی دچار تشنج میشن نباید انجام میدیم. یه سری نکاتی هم هستن یه سری اقداماتی هم هستن که باید انجام بدیم اول در مورد اقداماتی که نباید انجام بدیم این صحبت کنیم اولی کاری که نباید انجام بدیم اینه که وقتی شخص دچار تشنج میشه کلا دهنش گفت میشه خب فکش گفت میشه و ممکنه هم این, این, این حالت ممکنه به زبونش هم آسیب بزنه چون ممکنه زبون بین دندون گیر کنه و در واقع گفت بشه و دهن بیمار دچار خونریزی هم بشه خب و تو این حالت به هیچ عنوان سعی نکنین که بین دندونای بیمار یه چیزی رو قرار بدین یا سعی کنین که مثلا دهن بیمار رو اصلا باز کنین یا فکش چون گفت شده بخواید بازش کنین چون همین کار اگه چیزی بین دندونای شخص قرار بدین ممکنه آسیب به دندونای شخص بزنه یا فک طرف رو بشکنه فقط که اون شخص که دوشا تشنج شده رو بشکنه پس به هیچ عنوان چیزی دهن داخل دهن بیمار قرار ندین موقع تشنج یا اصلا بعد اینکه شخص تشنجش تموم شد تا زمانی که هوشیاری کامل رو به دست نیاورده به هیچ عنوان بهش هیچی ندین ندید نمیدونم نوشیدنی بخوای بدی یا آب بخوای بدی یا هر چیز دیگه مواد غذایی بخوای بدی به هیچ عنوان تا زمانی که شخص کامل کامل هوشیاریش رو به دست نیاورده به هیچ شما بهش آب ندین چون ممکنه باعث خفگی بیمار بشه باعث خفگی اون شخص یا دچار تشنج شده بشه زمانی که فرد دچار تشنج میشه سری نپرین روش عملیات احیای قلبی روی انجام بدین مثلا خیلی از افراد هستن وقتی یه فرد رو میبینن که دچار تشنج شده فکر میکنن این الان نیاز به ماساژ یا نیاز به تنفس مصنوعی داره این کار بیشتر بدتر میکنه شما زمانی تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی میدین که شخص دچار ایست تنفس یا ایست قلبی بشه در اون صورتی که شما عملیات احیای قلبی روی رو شروع کنیم و باید با 115 هم تماس بگیری همون لحظه اما اقداماتی که باید انجام بدیم چی هستن جدا از اون پنج تا اقدامی که ما گفتیم یه سری اقدامات هستن که ما باید حتما اینا رو انجام بدیم اگه شخصی که دچار تشنج میشه اگه خانم هست باید کسی که کنارش میمونه یه خانم باشه و اگه آقا کسی که کنارش میمونه باید آقا باشه چرا من میگم باید آقا حتما هم جنس باشه به خاطر اینکه شخص که دچار تشنج میشه چون دچار بی اختیاری ادرار یا بی اختیاری مدفوع یا استفراغ ممکنه بکنه و این یه صحنه ناخوشایندیه در صورت یعنی ممکن طرف شلوارش رو خیس کنه یا بالاخره شلوارش رو کثیف کنه خب دیدن اگه یه هم جنس کنارش باشه خیلی بهتر از این این که مثلا یه سری آدم همه دور هم جمع بشن دور این بیمار جمع بشن خب و این یه خب ممکن طرف خجالت بکشه توی مکان چون توی مکان عمومی تشنج میکنه ممکنه طرف خجالت بکشه از این کار پس خواهشاً اگه یک نفر توی مکان عمومی تشنج میکنه چون ممکنه دچار بی اختیاری ادرار بشه بی اختیاری مدفوع بشه یا استفراغ کنه سعی کنین کلا از وقتی که طرف میخواد به هوش بیاد اونجا نباشین فقط یه همجنس کنارش باشه که بتونه کمکش کنه ما دیگه پراکنده بشن مورد بعدی چیه که میتونیم کمکش کنیم اینه که تا زمانی که شخص هوشیاریش رو کامل به دست نیاورده، کنارش وایسیم. اگه شخص بگه که مثلا من نمیتونم یا حالت خواب معمولا افرادی که دچار تشنج میشن، اوایل ممکنه حافظشون رو موقتا از دست بدن، ممکنه دچار خوابالودی بشن و خستگی بیش از حد ممکنه طرف حس خوابالودی و خستگی داشته باشه و این خستگی و خوابالودی ممکنه اگه مثلا به تنهایی بخواد پاش بره یه جایی، ممکنه همین گیجی و منگی و خوابالودی بالا سرش بیاد. پس مطمئن میشین تا زمانی که فرد هوشیاریش رو کامل به دست نیاورده یا از امنیتش خیالاتون راحت نشده خب شخص رو ترک نکنید و اگه شخص اون فردی که تشنج میکنه اگه حالش خوب نباشه هوشیاریش رو به دست آورده ولی حالش خوب نیست میتونین ازش اجازه بگیریم و به خانوادش زنگ بزنین و به, نوعی به این از این از این طریق خیالتون راحت باشه که برای سر اون شخص نمیاد امیدوارم که با دونستن این اطلاعات و این نکاتی که من گفتم تو این ویدیو بتونین به همنوعان خودمون کسایی که بالاخره به هر دلیلی توی مکانهای اون دچار تشنج میشن کمک بکنیم در واقع هدف من این هست که با ساختن این ویدیوها بتونم آگاهی های مردم رو بالا ببرم و به نوعی بتونم با بالا بردن آگاهی مردم به نوعای خودم کمک کنم و که در واقع کسا خیلی که از کسایی هستن که تو مکانهای عمومی تشنج میشن و من در واقع میخوام به شما بگم که تشنج درسته یه صحنه ناخوشایندی هست ولی چیز ترسناکی نیست و امیدوارم که با دونستن این نکات بتونین به افراد که تو مکانهای عمومی در واقع تشنج میشن به نوعی کمک کنیم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و این اطلاعات به درتون بخوره و بالاخره بتونید یه جایی به یه انسانی به یه شخصی کمک کنین و اگه از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم که لایک کنین و این کانال رو حتما سابسکرایب کنین چون ما تو این کانال ویدیوهای آموزشی رو قرار میدیم برای اینکه بتونیم اطلاعات پزشکی افراد جامعه رو بتونیم ببریم بالا مرسی که این ویدیو تا انتها تماشا کردین تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ بسپارم